تایید معصومی هستم از مرکز تحقیقات ایران خودرو، اداره خودروهای برقی و هیبریدی، در خدمت شما هست. در مورد ریرای برقی توضیح میدین، روی این چیکار کردین و من فکر کنم جتکو کار کرد روش، درسته؟ بله، ریرای برقی رو کارهای طراحی و همین تامین قطعاتش رو برای نمونه اولیه کارش رو جتکو انجام داده و بعضی از قسمت‌های پکیجینگ که حالا مربوط به بدنه بود که مشابه خودروهای بنزینی و اینا بود، این کارش توی ایران خودرو انجام شده. یعنی مجموع با همکاری جتکو و ایران خودرو نمونه اولیه این کراسوور برقی تهیه شده. خب توضیح میدین موتورش از کجا اومده، باتریاشو دارین چیکار می‌کنین و سیستمش چجوری کار می‌کنه؟ ما باتری‌ها رو، سل‌های اینا رو از کشورهای خارجی تهیه شد و مجموع پک باتری داخل جتکو جمع‌آوری شد. تقریبا سیستم مدیریت باتری هم داخل جتکو جمع‌آوری شد. یه قطعه‌ای برای گواهی محرکش داره که به صورت تیری این وان هست که شامل یک موتور الکتریکی با بیشینه توان 120 کیلووات با ماکسیمم گشت‌آور 300 نیوتن متر و آر پی ام این موتورمون از 14000 تا 16000 آر پی ام هست که این هم به صورت خرید خارج بوده با توجه به اینکه امکان تولید داخلش فعلا وجود نداره و یه قطعه به این سه قطعه‌ای که خدمتتون عرض کردم به صورت یک پک تیری این وان به عنوان گواهی محرکه خودرو هست که منبع تغذیه‌ای که برق این موتور رو تامین میکنه یه پک باتری هست که ولتاژش در حدود 400 ولت هست با ظرفیت 53 کیلووات ساعت که در سیکل NEDC قابلیت پیمایش 420 کیلومتر رو با این خودرو خواهیم داشت. این الان سیستم باتری ریراست دیگه، درسته؟ پک باتری که روی ریرا داریم و کف خودرو نصب شده یک پک باتری با ظرفیت 53 کیلووات ساعت هست. همینجور که میبینید پک باتری از یک سری سل‌ها تشکیل شده که سل‌ها روی ریرا به صورت پریزماتیک هست. سل‌ها در کنار هم قرار گرفته و ماژول‌ها رو درست کردن و در نهایت هم ماژول‌ها کنار هم قرار گرفته و این پک باتری 400 ولتیمون رو درست کردن که برق مورد نیاز موتور الکتریکی با بیشینه توان 120 کیلووات رو این باتری برامون فراهم کنه. شارژری که ما برای این خود رو دیدیم یه شارژر فعلا 6.6 کیلووات هست که میتونه این خود رو در مدت زمان 8 ساعت شارژش رو داشته باشیم اگه بتونیم این منبع تغذیه ورودی رو براش فراهم کنیم. و شارژ دیگه ای هم که برای این خود رو داریم فست شارژ یا شارژ سریع هست که در مدت زمان 30 دقیقه شارژ این باتری رو از 30% تا 80% میرسونه. یه قسمت دیگه هم داریم سیستم BMS یا مدیریت باتریمون هست که دمای سل‌ها رو و جریان ورودی رو و خروجی رو در هر لحظه اندازه‌گیری می‌کنه و برای VCU که کنترلر خودرومون هست ارسال می‌کنه که روی جلو آمپر بخواد مقدار اسوسی رو نمایش بده، از طریق BMS این رو نمایش میده و یه موردی رو هم که اندازه‌گیری می‌کنه اگه دمای سل‌هامون یه مقداری بالاتر بره به VCU اعلام می‌کنه که توانایی انتقال جریان رو نداره و خودرو رو در نزدیکترین مکان ممکن حالا مصرف کنندمون خاموش کنه. خب برای خنک‌کاری باتری از سیستم آب دارین استفاده می‌کنید؟ بله، خنک‌کاری که روی این پک باتری تعبیه شده به صورت آب خنک هست. با توجه به اینکه دمای کاری پک باتری ما سل‌هایی که داریم بین منهای 20 تا 55 درجه سانتیگراد هست، بنابراین این دمایی که ما روی رادیاتورمون داریم با توجه که مقدارش بالاست یه چیلری تعبیه شده که این چیلر با توجه به گاز کمپرسور الکتریکیمون که اونم های ولتاژ هست دمای آب باتریمون رو تو رنج ماکسیموم 40 درجه سانتیگراد نگه میداره و نمیذاره از این مقدار بالاتر بره که تغذیه سیستممون قطع بشه و خودرو متوقف بشه. حد اکثر سرعت خودرو 100 و حد اکثر سرعتی که روی ریرای برقی داریم 160 کیلومتر بر ساعت هست. چرا انقدر سرعتش محدود شده؟ ببین سرعتش دلیل این هستش که ما با توجه به تکنولوژی سل ها که داریم از یه حدی بیشتر اگه بخوان توان بدن تخلیهشون فوق‌العاده زیاد میشه و پک باتریمون به زودی تخلیه میشه. ما میتونیم مقدارهای 180 یا 200 کیلومتر بر ساعت رو هم داشته باشیم ولی خب این باعث میشه که سلهای باتریمون طول عمرشون خیلی بیاد پایین و نتونن اون جریاندهی لازم رو داشته باشن. به خاطر همین برای اینکه سیفتی سلهای باتریمون تضمین بشه این رو تو مقدار 160 کیلومتر بر ساعت نگه داشتیم، محدود کردیم. الان هم باتری ها وارداتیه هم الکتروموتور وارداتیه، درست میگم؟
و ECU رو هم که فقط بچه ها برنامه‌ریزیشو کردن. BMSش نخه، BMS به صورت کلی توی شرکت جتکو طراحی شده. فقط میگم پک باتری هم توی جتکو جمع‌آوری شده. فقط سل‌های مورد نیاز برای باتری است که ما خرید خارج داشتیم، که خیلی از کشورام اینجوریه. ما تامین کننده های کمی داریم مثل لیشن و کتل و اینا که میتونن سلای باتری رو تامین کنن. وقت در مورد موتورش، موتور الکتریکیشو قرار نیست خودتون تولید کنین، قرار وارداتی باشه. بله، موتور الکتریکیمون انشالله در آینده، چرا این قصر رو داریم که با تجربه که نوع اینداکشن هست و تامین این نوع موتور توی تولید انبوه عرض میکنم توی داخل امکانش هست، بله در آینده نزدیک این موتور داخلی سازی کرد. موتور روی محور جلو قرار گرفت. بله، موتورش هم روی محور جلو قرار گرفت. برنامه دارین که هر چهار چرخ رو محرک کنید، یعنی هم موتور برقی تو محور جلو باشه هم در محور عقب؟ نه، با توجه به اینکه حالا ما این خودرو رو گشتاوری که مد نظرمون از 300 نیوتن متر برای مسیرهایی که حالا ما استفاده می‌کنیم مشابه خودروهای بنزینی کافی هستش، فقط اینکه تو محور جلو باشه کافیه. اونایی که هم محور جلو می‌ذارن و هم محور عقب و گشتاور در حدود 600 نیوتن متر رو از خودرو انتظار دارن، بیشتر برای ماشین‌های مسابقه‌ای و اینها هستش، ولی ما همین محرک جلو برامون کافیه و پاسخگو.